سلام شاگردای عزیز و محترم، به امید از اینکه جور و صحتمند باشین، درس های گذشته تان تکرار نموده باشین و کارهای خانگی تان هم انجام داده باشین و انشالله که من مطمئن هستم که انجام دادین. خب قبل از اینکه ما درس جدید شروع کنیم، یک مرور میکنیم به درس گذشته. شما میفهمین که درس گذشته ما و شما چی بود؟ شاگردای عزیز، فشار مایعات. ما گفتیم که مایعات به تمام جوانب فشار وارد میکنند، یعنی مایعات دارای فشار جانبی، قاعدوی و سودی میباشند. دیگه همچنان عوامل فشار شما خواندیم، تجربه هم اجرا کردیم و عوامل فشار خواندیم که فشار به کدام عوامل وابسته بود. اول دیدیم که به عمق مایع وابسته است، هر قدری که عمق مایع زیاد باشه به مو اندازه فشار بیشتر است. و دیگه دیدیم در تجربه دوم گفتیم که هر قدر کثافت مایع زیاد باشه به همو اندازه فشار چی می باشه؟ زیاد می باشه. و عوامل دیگه که فشار وابسته به هو است، تعجیل جاذبه زمین است، یعنی تعجیل جاذبه باعث کاهش و ازدیاد فشار میشه. اما در ظرفهای متوسطه شما دیدین که فشار به شکل ظرف و به حجم ظرف ارتباط نداشت و در تمام سطوح یکسان قرار گرفته بود. این بود درس گذشته ما و شما. حالا میبینیم که فشار شما دربارش معلومات حاصل کردین. حالا ببینیم که آیا این فشار در زندگی روزمره ما به درد میخوره نمیخوره. به این اساس ما امروز بازم مضمون فیزیک صنف هفتم میخوانیم و موضوع ما قانون پاسکال. اهداف آموزشی که ما در این درس داریم، دانستن قانون پاسکال، کاربرد قانون پاسکال در زندگی، در حیات روزمره و کسب مهارت ها در تطبیق قانون پاسکال در مایعات می باشه. شاگردای عزیز، شما به سلاید توجه کنید. قانون پاسکال. پاسکال در اثر تجربه دریافت که هرگاه به یکی از نقاط مایع فشار وارد گردد، عین فشار به تمام جوانب انتقال می نماید. از قانون پاسکال در ساختن ماشین های هیدرولیک استفاده می گردد. ماشین هایی که به اساس انتقال فشار در مایعات کار می کنند، این ماشین ها را به نام ماشین های هیدرولیک یاد می کنند. شکل زیر شما ببینید، پستون خرد و بزرگ را در یک ظرف متوسله، ظرف های متوسله را قبلا دیدین، اینجا دو ظرف داریم که با هم وصل شده که پستون کوچک است، قوه F1 وارد میشه، سطح مساحتش A1 است و ده ای فشاری که در اینجا وارد میشه ای P1 است. نظر به قانون پاسکال، این فشار بدون از اینکه تغییر کنه به سطح E2 انتقال میکنه و در اینجا سطح E2 بزرگتر است از سطح E1 کده و قوه F2 در اینجا تولید میشه. فشار P2 باید نظر به قانون پاسکال فشار P1 مساوی به P2 است، اما در اینجا شما دیدین که سطح تغییر کرد، پس در اینجا باید که چی تغییر کنه؟ قوه در مقابلش تغییر کنه تا P1 مساوی به P2 شد. تناسب بین قوه ها و سطوح چنین است، یعنی F1 بر A1 مساوی است به F2 بر A2. این قانون پاسکال بود و این شکل شما مطالعه میبینین. حالا به خاطر از اینکه شما این قانون خوبتر درک کنین و بفهمین، ما یک مثال حل میکنیم. مثال، اگر در پستون کوچک قوه 20 نیوتن وارد گردد و سطح پستون کوچک 4 سانتی متر مربع و سطح پستون بزرگ 20 سانتی متر مربع باشد، قوه ای که به پستون بزرگ وارد می گردد چند است؟ خب شاگردای عزیز، شما در سوال دیدین، سوال مطالعه کردین، حالا همین سوال ما در فرمول براتون حل میکنم. خب شاگردای عزیز، به خاطر حل سوال شما همیشه اول چی کنین؟ قیمت گذاری. قبلا نام براتانی را گفتیم. قیمت قوه F1 چقدر است؟ 20 نیوتن. سطح A1 چقدر است؟ 4 سانتی متر مربع. البته F2 نامعلوم است. A2 چند است؟ 20 سانتی متر.
مربع. خوب شاگردای عزیز، ما فرمول داریم که F1 بر A1 مساویس F2 بر A2. خوب در اینجا شاگردای عزیز ببینین که واحدات ما در یک سیستم نیستن، پس باید ما واحدات ما را در یک سیستم بیاریم. به او خاطر حوال در اینجا میم 4 ضرب به جای سانتی متر، یک سانتی متر ما یک بر صد متر است، پس به جای سانتی متر نوشته میکنیم یک بر صد متر چی؟ این مربع است؟ کل مربع مساویس 4، این را بازم مربع میسازیم. مربع که بسازیم دو صفر دیگه به چی میکنیم؟ اضافه میکنیم، یا میگیم 10000 میشه یک بر 10000 متر مربع. 4 تقسیم ازی میکنیم، 4 تقسیم 10000 4 که تقسیم کنیم چند خانه اشاری باید بدیم؟ 0.0004 4 خانه متر مربع، درست شد؟ به همین ترتیب اینجا هم سوال ما را تبدیل میکنیم، نوشته میکنیم 20 یک بر 100، حالا دیگه شما یاد گرفتین، مربع مساویس 20 ضرب یک بر 100 که مربع بسازین 10000 یا 4 صفر میمانین متر مربع، تقسیمش میکنین 20 تقسیم 10000، یک صفرتان به خانه به یک صفر خلاص میکنین. دورک تقسیم هزار کنین، سه خانه شوری میتین متر مربع. حالا در یک سیستم آمد، در فرمول قیمت ها رو وضع کنین. F1 چند بود؟ 20 نیوتن. A1 چند برآمد؟ 0.0004 متر مربع. مساویس F2 چند است؟ نامعلوم، باید پیدا کنیم. ای دو چند برآمد؟ 0.002 متر مربع. خوب شاگردای عزیز ببینین، ما در اینجا 4 خانه اشاری داریم، 4 صفر در صورت میمانیم. قیمت ها را در اینجا وضع کردیم در فرمول. حالا ما طرفین وسطین میکنیم. F2 ضرب 0.4 میکنیم. نشه میکنیم F2 ضرب در 0.004 متر مربع. مساویس 20 ضرب در 20 نیوتن ضرب در 0.002 متر مربع. خب این را که ضرب میکنیم، F2 ضرب 0.004 متر مربع مساوی، این را ضرب کنیم، میشه 0.04 0.04 نیوتن ضرب در متر مربع. اطرافی معادله ما را یا سوال ما را تقسیم 0.0004 متر مربع میکنیم. اطراف که تقسیم کنیم F2 مساویس به 0.04 نیوتن متر مربع بر 0.004 متر مربع. متر مربع به متر مربع خلاص، دو خانه اشاری به دو خانه اشاری خلاص، دو خانه اشاری به دو خانه اشاری خلاص، دو خانه اشاری دیگه میمونه که به عوضش دو صفر میمونه، میشه 400 نیوتن بر 4، 1 4 4 1 4 4 دو صفر بالا مساوی به چی میشه؟ 100 نیوتن. حالا ببینین هی قوه F2 را با قوه F1 مقایسه کنین، قوه F2 را با F1 مقایسه کنین، در اینجا میبینین که قوه F2 ما 5 چند قوه F1 شده، یعنی قوه بسیار زیاد است، این 20 نیوتن و اینجا 100 نیوتن که ما از این میتونیم از این قوه استفاده کنیم و مثلا جای استفاده شد شما ماشین های هیدرولیک، یکی از ماشین های هیدرولیک ماشین است که موتر شویا از استفاده میکنن که در یک طرفش موتر قرار میتن و در طرف دیگه قوه بالایش وارد میکنن، موتر بلند میشه. خب شاگردای عزیز، حالا درس خلاصه میکنیم. قانون پاسکال، هرگاه در یکی از نقاط مایع فشار وارد کنیم عین فشار به تمام جوانب انتقال میکنه.
که و همچنان فرمولش شما خواندیم که اف یک بر یک مساوی اف دوی بر ای دو. و از قانون پاسکال در ماشین های هیدرولیک گفتیم استفاده میکنیم. ماشین های هیدرولیک ماشین های است که به اساس انتقال فشار در مایعات کار میکنند، که از او جمله ماشین ها مثلا ماشین که موترشوی ها استفاده میکنند. خوب شاگردای عزیز، خدا کنه که در صف آمیده باشین و فرمولا را استعمالش هم در مثال فهمیده باشین و درک کرده باشین. حال ما بر شما یک کار خانگی میتونم تا فرمول خوبتر درک کنین. کار خانگی ما از یک ماشین هیدرولیک که سطح پیستون کوچک آن 2 سانتی متر و سطح پیستون بزرگ آن 4 سانتی متر مربع هست، برای بلند کردن جسمی به کتله 1000 کیلوگرم چقدر قوه ضرورت است؟ خب شاگردای عزیز، این سوال یک کمک راهنمایی کار داره. من شما را دیگه راهنمایی میکنم. ببینین در این سوال کتله داده شده. کتله را ما و شما بیان نشان میدیم چقدر بود؟ 1000 کیلوگرم. این کتله جسم است و ما در اینجا قوه کار داریم. قوه در اینجا وزن جسم است، یعنی F2 ما مساوی است به W مساوی است به M ضرب G. قیمت G را شما ده بگیرین، ده متر بر سیک مربع. کتله را در اینجا وضع کنین، شما قوه F2 را به دست میارین و سوال از با استفاده از همین فرمول حل کنین و به همین ترتیب باید در این سوال سانتی متر را به متر مربع، سانتی متر مربع به متر مربع باید تبدیل شد. خوب شاگردای عزیز، ای بود درس امروز ما. خدا کنه که درس فرا گرفته باشین، درس هایتان بخوانین، کار خانگیتان انجام بتین و درس آینده را هم یک مرور کنین. خدا حافظ.